مونیک لویلیه طراح مد با رنگ‌های پاستلی صورتی سبز و زرد ملایم در مجموعه بهار و تابستان سال 2015 در هفته مد نیویورک حضور یافته است. تمام این طرح‌ها از تجربه‌ای که از زیبایی طلوع خورشید در کارائیب داشتم گرفته شده است. همه زیبایی‌های رنگ‌های پاستلی را می‌توانید در طلوع خورشید ببینید و این نقطه آغاز کار من با پالتر رنگ بود. من می‌خواستم که رنگ‌ها روشن و بسیار درخشان باشند. درخشش فلزگونه‌ای که لویلیه در آثارش استفاده کرده طعم خاصی به کارایش داده است. گل‌ها و مهره‌هایی که او در کارهایش استفاده کرده و همچنین لباس‌ها و یقه‌های مختلف ویژگی‌های خاصی به آثار او داده است. برای این مجموعه از اونا بوگیشا یا زنان جنگجوی ژاپنی الهام گرفتم و می‌خواستم این مجموعه حاوی زنانگی، قدرت و سفر یک زن باشد. برای بهار سال 2015 لباس‌های چسبان سبک هرو لژه با اضافه کردن مهره‌ها، مرصع‌کاری و تزئینات فلزی شکل جدیدی پیدا کردند. مدل‌هایی با لباس‌های سکسی حاوی تزئینات فلزی و جزئیات بافته شده که با تبختر بر روی صحنه قدم می‌زنند. لباس‌های چسبان که به طور معمول با پارچه‌های کش‌بافی درست شده‌اند از دهه 1980 هنگامی که اولین بار خانه مد فرانسه از سبک لباس‌های چسبان رونمایی کرد، مورد علاقه مدل‌ها و بازیگران زن هالیوودی است. موضوع این مجموعه جدید ریویریاست و از جنوب فرانسه الهام گرفته است. جنوب فرانسه در دهه 50 با بریژیت باردو و پیکاسو و ماتیس و با شادی و رنگ و روشنایی و همه این چیزها همراه بوده است. با مدل‌های درجه یک بر روی صحنه در مقابل حاضران که در سالن قدم می‌زنند، دیان وون فورستامبرگ طراح مد مجموعی از آثار شاد با نقش‌های زیبا را ارائه می‌کند. لباس‌های فورستامبرگ در اشکال و رنگ‌های گوناگون طراحی شدند. طراح به خصوص علاقمند به نوع پارچه‌های چارخانه است که در شکل‌های مختلف ارائه شده و در طراحی لباس‌ها، کیف‌ها و حتی در کفش‌های پاشنه بلند قابل مشاهده‌اند. هفته مد نیویورک دو بار در سال برگزار می‌شود و این مجموعه تا روز پنجشنبه برپاست.